تلاش میکنیم. با سلام، البته سلام خدمت مردم شریف و لعنت بر روح و روان تمام مسئولین اختلاسگر و دزد و وطن فروش ما. اینجا جاده خوزستان ما، یه باری از اردکان زدیم برای دستور 2,200,000 تومان. 2,200,000 تومان پول ایران، البته ایران نه، پول جمهوری اسلامی. ببینید این لاستیک رو ببینید، از لحاظ استاندارد قانونا از رده خارجه و من نباید با این لاستیک حرکت کنم. شما اینجا بگید این وضعیت لاستیک های ما اینجا این وضعیت لاستیک ما. ببینید ما با چه لاستیک های داریم کار میکنیم و مسئولین محترم دزد میخوان که ما هیچ مشکل به اینجا. من لاستیک نو خریدم جفتی 4,000,000 تومان. نگاه کنید اینجا این لاستیک مواد نداره. این دزدای کثیف حالا دیگه رو آوردن به قاپ مردم رو دزدیدن. یعنی من فکر کردم که لاستیک خریدم. من لاستیک پیروزی رو الان 10 سال داشتم استفاده میکردم. این لاستیک مواد توش نیست. ببینید این لاستیک مواد نداره که اینجوری زود با یه اشاره پاره میشه. ما با لاستیک نخی میرفتیم رو سنگ، میرفتیم رو آجر، تکون نمیخورد. الان با یه پاره آجر اینجوری پاره میشه. بیا این هم ماشین هم سرویس هم. ببینید چند تا پیچ ما بروندیم اینجا. ما 3 تا 4 تا پیچ رو بروندیم. این هم هرزه، این هم ببینید وله وله. 3 تا 4 تا پیچ توی قسمت فقط هرزه. هر پیچی 3,000 تومنه. من چند تا پیچ عوض کنم 4,000 تومن برای یه سرویس بار؟ ها؟ آخه بعضی ها میگن آقا کار بکنید. کار چی بکنید؟ آقا وجدانن بخوابید. خدا وکیلی بخوابید تا ببینن این مسئولین رو دزد تا کی میخوان دزدی بکنن. خجالت بکشید. بله بله نگاه کنید تاثیر منم بده همه ببینن. این احترامی که ما میذاریم به این مسئولین دزد باید مردم چین بذارن زیر پای اون مسئولینشون که با 1,000,000,000 خورده جمعیت پایین ترین درجه اختلاس رو دارن. خجالت بکشید، خجالت بکشید. سال 57 شما با این شعار اومدید گول مردم زدید، گفتید آقا ما شعار بیرون میکنیم. چرا؟ چون شاد صنعت چی بهش میگن مونتاژ رو وارد کرده. ما میخوایم صنعت مادر رو وارد کنیم. خب بیاین جلو آقا، ما نه حرفی داریم نه فوشی داریم نه فضیحتی. آقا بیاین، آقا این مسئولین دلیدیه که مملکت، اون کسایی که زمان انقلاب دهنتون اینقدر پاره میکردید. همین روحانی من فیلم دارم ازش که میگفت اینها به ساحت هم مقدس امام خمینی یه جوری هم دهنش یه قد باز میکرد گنده. خب حالا بیا جواب بده، تو که اومده بودی صنعت مادر وارد کنی، بیا ببینم چرا لاستیک پیروزی تا چین وارد میشه. ها فهیم لاستیک تولید مملکت کجاست؟ ایتیوپای تیوب هم تو نمیتونی بزازی. تیوب 500,000 تومن، پیش دوره 3,000 تومن. فهی اینا رو کی میسازه؟ حتی چی ساختیه دایی توی 40 سال؟ این موشکت هم روسیه ساخته به داده. دروغ میگی، من ولی دروغ میگی. با توجه به این چیزایی که ما از شما ببینیم، من نمیبینم شما آفتابم تولید بکنید. دروغ میگید، به قرآن دروغ میگید. شما موشک تولید نمیکنید، شما در حدی نیستید تو موشک. شما که کشوری که یه پیس نمیتونه تولید بکنه چطوری موشک میسازه؟ ها به من بگید آخه چطوری با عقل جور در میاد؟ تو شما چطوری صنعت اگه اینجوری راست بگید، پس مثل ورزشکاری هستید که رفتید تو باشگاه یه طرفه تمرین کردید حالا اینجوری شدید. ببین الان هیکل شما اینجوریه. اگه راست میگفتید صنعتتون رو با هم پیش میبردید. موشک چه لزومی داره؟ چه دشمنی با دنیا دارید آقا؟